به با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم. امروز هم چهارشنبه است. بازم اون بحث همیشگی لاکی وینزدی و هنوزم در حیرت هم. یه دوستی هم دوباره برای من مطلبی رو نوشت، ولی هنوزم در حیرت هم چرا در آمریکا به این میگوین لاکی وینزدی. به حال برای ما که امروز میتونیم در این ساعت بریم پیش آقای مستاقی و با نظراتش آشنا بشیم و بشنویم در حقیقت تحلیلشو از موضوع، خوب روز خوبیه برای ما، لاکی وینزدی است و از این بابت هم خرسندم. اما سپاس بیکران دارم به راستی از شما مخاطبین نازنین که باعث شدید که تلویزیون میهن به این نقطه برسد که امروز مورد توجه عزیزان واقع بشود. این هیچ نیست الا کوشش. امروز نگاه کردم که بیژن نازنین در اوپسالا از بچه های عصر ماموتا، عصر وایکینگ ها، این بیژن ما در اوپسالا بوده است تا امروز، ولی همواره از اون ابتدایی که کار رو شروع کردیم فکر میکنم خودش رضای نازنین و اینها از بچه هایی بودن که همواره ما رو حمایت کردن، ساپورت کردن. خیلی از این اسامی که این زیر رد میشه در حقیقت از عزیزانی هستن که از ابتدای راه باور کردن و ما رو در حقیقت حمایت و ساپورت مالی کردن. از تک تک شما نازنینان نهایت سپاس دارم. این که همه اسما رو نمیگم یا گهگاهی یکی دوتا اسمو میگم قصدی نیست، به خاطر اینکه این همین لحظه از جلوی من چشمم رد میشه، یا مثلا فرض کنید که یک حادثه است بر اساس اون این حرف رو میزنیم. بگنه همه شما نازنینان که حتی امروز به جمع ما پیوستید خوش آمدید، خوشحالیم از اینکه شما نازنینان هم ناظر و برنامه های ما هستید، ممنونم. اما بریم پیش آقای مستاقی، وقت رو بیش از این ضایع نکنیم. گفتم همیشه دو تا ماجراست، که انتخابات آمریکاست دارن، که انتخابات ایران نگاه میکنن بینن که یا حداقل برای ما ایرانی ها اینقدر مهمه. البته در مورد ایران می نویسن، روزنامه های فرنگی هم راجبش می نویسن که کیک چیک شد. البته این نیست که در مورد کشورهای دیگه ننویسن، در مورد همه جا می نویسن، در مورد ایران هم می نویسن. مطمئن ما چون ایرانی هستیم توجهمون به داستان جلب میشه. مثل اینکه مثلا ماشین پیکان داری، وقتی یه ماشین پیکان تو خیابون میبینی توجه جلب میشه. این از همون خاصیته. اما بازم سپاسگزارم از شما نازنینانی که به بخش مقالات ما توجه میکنی. یه دوستی از من میپرسید که چگونه به این بخش مقالات که میگی برسم. بعضیش رسوندم که رو صفحه وبسایت میهن تیوی رو که باز کنید، تو تلفنتون، حتی رو تلفن کوچیک هم که باز کنید بالای نوشته مقالات، نمیدونم آخرین اخبار درباره ما، همه رو اونجا توضیح داده. تو همون مقالات که بزنی طبیعتا به بخش مقالات وارد میشی. ضمن این که 5 یا 6 مقاله رو همون صفحه اول خود به خود تصویرش عوض میشه، که روش کلیک کنی وارد مقاله میشه. آخرین مقاله‌ای که فکر می‌کنم قرار دادم، اگر اشتباه نکنم، مقاله آقای مستاقی پیرامون همین مرده که هفته پیش مهدی فلاحتی در وایس اف امریکا راجب شرف زد، توسی، گندم نژاد توسی و یه مداح بچه باز. داستان بچه بازی با داستان گی، با داستان گی دوتا معقوله مختلفه. چون دیدم که هم میگه آقا گیا فلانن رایت داره اینا، میدونم، ولی پدوفیل در هیچ جای دنیا راه نداره، بچه بازی در هیچ جا راه نداره. اینجا توی آمریکا همین چندی پیش بود یه سناتور که مقام دائم العمری است، یعنی وقتی شما سناتور بشی تو آمریکا
همه حرفایی که الان ترامپ داره میزنه همینه دیگه، میگه آقا اینو مسخره بازی ها رو جمع کنی، حد اکثر 12 سال، یعنی 2 تا دوره یه نفر میتونه سناتور بشه. یعنی چی مادام العمر سناتوره و مادام العمر حقوق میگیره؟ جمعش کنید این بساطو. اون یکی رو هم میگه که نمیدونم 8 سال باشه، این یکی 12، یعنی 2 دوره دیگه، حد اکثر 2 دوره. یه سناتور که عالی مقام است، عالی جا هست در نظام آلیگارشی آمریکا، پس یخش گرفته، از سیت سنا بلندش کردن، سرسنش رفت تو زندان، برای اینکه این در یه دوره معلم ورزش بوده. ایرج مستاقی راجب ورزش، بچه بازی در ورزش هم مقالات زیاد داره که چجوری اینا رو میگیرن، ازشون بلکمیلشون میکنن و سیاه نامه ازشون درست میکنن و اینا رو وادار میکنن که تو این باشگاه بماند یا تو اون باشگاه نمانه. یارو سناتوره رو همین 2 ماه پیش پس کلش گرفتن که این در جوانی مربی یه باشگاهی بوده، هی بی خودی جوانا رو میفرستاده برن زیر دوش، این همه کاری نمیکرده، فقط نگاه میکرده. یارو رو از حیز انتفاع انداخت. بریم از آقای مستاوی پرسیم که ماجرا چیه، چرا این فساد در اونجا اینگونه ریشه دوونده، چه اتفاقی افتاده که بچه بازی که در همه جای دنیا امر منفور است، در اینجا صاحب عزت و جاه و مقامه. آقای مستاقی به درود میفرستم، بسیار صمیمانه سپاسگزارم از حضورت در برنامه. عزیزانم دعوت میکنم که این مقالات رو دقت کنید و بخوانید و این مقاله آخری آقای مستاقی رو هم 2 بار بخوانید، 3 بار بخوانید. چیه ماجرای مستاقی؟ خوشحالم که میتونم در خدمتت باشم و خوشحالتر خواهم شد که اگر پاسخ این سوال من رو بدهید. ضمن این که خواهش میکنم، چون من چند تا موضوع رو انتخاب کردم، یعنی کوتاه‌تر بگید که به همه موضوعها بتونم امروز برسم. در خدمت شما هستم، بفهمید خواهش. سلام میکنم به شما جناب بهبهانی، همچنین به بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، هر کجایی که تصویر ما رو میبینن یا صدای ما رو میشنوند. و به نوبه خودم تشکر میکنم یک بار دیگه از محبت شما، همچنین از اینکه این فرصت رو در اختیار من میگذارید تا با هموطنانمون همراه باشم. ببینید، خمینی اون ابتدا میگفت ما فقط نیومدیم مادیات شما رو درست کنیم، ما میخواییم معنویات شما رو هم درست کنیم. این وعده ای بود که خمینی در بعد به ورودش به ایران داد. همه ما میدونیم که یا میبینیم یا مردم به خصوص در ایران با پوست و گوشتشون لمس میکنن که چطوری مادیات رو درست کرده. وقتی میگفت آب مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم، نمیدونم گوشت یخی بعد است، نمیدونم این بعد است، اون بعد است. امروز وضعیت مملکت چگونه است و مردم در چه فلاکتی دست و پا میزنن؟ خب معنویات هم مشخصه. شما میبینید تمام ارزش ها در جامعه ما، تمام ارزش هایی که میشه روش پای فشرد، یا ارزش هایی که بالاخره تو همین جامعه محترم بوده، همه امروز دستخوش تغییرات وحشتناکی شده. امروز دیگه همه تصدیق میکنن که جامعه سقوط کرده، اخلاقیات سقوط کرده، و این رو در همه عرصه ها میتونیم ببینیم. خب این که یه دفعه به وجود نیومده، از همون روز ابتدا که نظام جمهوری اسلامی به قدرت رسیده، این رو ما شاهد و ناظرش هستیم. ببینید، وقتی شما مدرسه رو تبدیل به کشتارگاه میکنید و اولین اعدام هاتون رو و اولین حضورتون رو در بالای پشت بام، پشت بام مدرسه اعلام میکنید با اعدام، با خشونت، نمیشه انتظار داشت که جامعه به اینجا نکشه. وقتی که بیکفایت ترین افراد رو شما صاحب جاه و مقام میکنید، نمیشه انتظار داشت به اینجا نکشید. از قدیم میگفتن، شعر حافظ بود، ضرب المثل، یارب مباد که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. این همه تو به انهای مختلف، به شکلهای مختلف عنوان ضرب المثل میگن. تو فرهنگ ما دیگه جا افتاده.
امروز شما میبینید گدایان معتبر شدن. وقتی گدایان معتبر میشن، این نوکیسه ها به همه چیز دست درازی میکنن، همه چیز رو میخوان. به همین دلیل شما میبینید فاسدترین افراد در سیستم قضایی هست، فاسدترین افراد در سیستم امنیتی هست. چرا؟ چون اینا قدرت هم دارن دیگه. یعنی قدرت وقتی کنترل هم نداره با فساد همراه عجینه. به همین دلیل شما ملاحظه میکنید که فاسدترین آدم ها بالاترین مقامات در رژیم میتونن کسب کنن. هیچ کسی هم به این موضوع نمیپردازه در درون نظام. زمانی به موضوع میپردازن که فرد از جناح مقابلشون باشه. همشون از همدیگه آتو دارن. شما یادتون هست سردار زارعی رو چه بگیر به بندی رو انداخته بود اول که اومد شد رئیس نایب نظامی تهران؟ بعد اون فجایع و اون افتضاحات رو دیدید که بار آورد. خب این سردار زارعی که تازه به در واقع قدرت نرسیده بود، این تو این سیستم بود، این اعمال انجام میگرفته. ببینید اگر بریم عقب تو دهه 60 نگاه کنید خمینی چی میگفت. خمینی میگفت اگر عالمی فاسد باشه، اگر روحانیت فسادی درش باشه، عالم رو فاسد میکنه. و میگفت این بزرگترین گناهه، از هر گناهی بزرگتر، از هر معصیتی بزرگتر. بسیار خوب، حالا من میخوام ببینم این نظام جمهوری اسلامی از اون اول تا حالا چند تا روحانی رو مجازات کرده، اونم به بالاترین اتهامات یا به بالاترین مجازات ها. اگر کسی را به این اتهام متهم کرده یا محکوم کرده، از مخالفینشون بوده. یادتون هست در سال 67 در همین پاییز 7 روحانی رو اعدام کردن. حالا همه هم روحانی نبودن، اعدام کردن. یکیش امید نجف آبادی بود، گفتن به اتهام لواط. بعدن اینو تخفیفش دادن، گفتن نمیدونم فیلم نگاه میکردن. خب امید نجف آبادی برای اینکه از وابستگان آیت الله منتظری بود، برای اینکه قبلا اون میراشرافی رو اعدام کرده بود، میراشرافی که روابط نزدیکی با قدوسی داشت و از عوامل کودتای 28 مرداد بود. خب شما توجه داشته باشید کجا روحانیتی که خمینی میگفت اگر فاسد بشه عالم رو فاسد میکنه، اینا مجازات کردن. بالاترین گناه میگفت. خب حالا بیایم نگاه کنیم همون اول معادی خاصار 61، یادتونه دیگه، چون موضوعش پیچید گذاشتنش کنار به خاطر فسادی که داشت. اما پشت سرش موسوی تبریزی بود، دادستان کل انقلاب، یه آدم فاسد که از متهمین سوء استفاده میکرد، از قدرتش سوء استفاده میکرد. شورای عالی قضایی باهاش درگیر بود، درگیری های درونی و جناحی که با هم داشتن سر پرونده ها، سر نحوه برخورد، سر نگاه متفاوت. اونا متوجه شدن، نتیجهش این شد که چون قبلا تو درگیری که داشتن خمینی به حمایت از نگاه موسوی تبریزی برخواسته بود، خمینی خواهان سرکوب بود تو سال 60-61 و اینا. هر کسی که تو این دستگاه بود خمینی حامیش بود، ازش سعی میکرد حراست کنه، حفاظت کنه. به همین دلیل تو دعوای بین اینها طرف موسوی تبریزی رو گرفت. اونا هم که ولکن نبودن، جنس هم میشناختن، براش شنود گذاشتن، اسناد و مدارک کافی به دست آوردن. بعد برای اینکه دهن خمینی رو ببندن، موسوی عذر میخوام پور محمدی و رازینی رو از مشهد خواسته بودن پرونده دست شما. اینا هم پرونده رو رسیدگی کردن، به جاهای حساسی هم رسیدن. متا خمینی متوجه شد، بیت متوجه شد، اینا رو خواستنشون.
اینا موضوع رو به خمینی گفتن، تازه سربسته گفتن. میگه خود رازینی میگه ما میترسیدیم به امام بگیم، گفتیم یکی از مسئولین اینجوری شده اونجوری شده. خمینی گفت جمعش کنید، گفتن آقا ما این تحقیقات نمیتونیم ما، پس اجازه بدیم ما به کسی دیگه تحویل بدیم. گفت نه من درستیم. گفت آقا شما نمیتونید درست کنید به خاطر اینکه طرف مقابل ساکت نمیمونه، میره این ورور میگه آبروزی میشه. خمینی گفت نگران نباشید. در هر صورت پرونده ای که اینا تهیه کرده بودن به دستور خمینی که گفت این پرونده رو از بین ببرید، بالاخره اینها گفتن آقا فردا ممکنه یکی بیاد یقه ما رو بگیره، اجازه بدیم بدیم خامنه ای، دادم به خامنه ای. حالا خامنه ای سر پرونده چه آورد نمیدونم، اونا هم نمیگن، ولی در هر صورت اگر نگاه کنید هر زمانی که موسوی تبریزی یه خورده سرصداش در میاد، جناح مقابل داستان عطیه رو رو میکنه. عطیه هم یکی از کسانی است که مورد سوء استفاده این فرد قرار گرفته بود. خب خمینی متوجه میشه که جناح مقابل یا همین شورای عالی قضایی از طریق شنود به این اطلاعات دست پیدا کردن، یعنی برای موسوی تبریزی شنود گذاشتن. عامل این کار کیه؟ آقای محمد مهدی ربانی املشی، دادستان کل انقلاب. خمینی برکنارش میکنه، هر کاری این میکنه بره ملاقات خمینی، خمینی اجازه ملاقات نمیده. ایشون عضو شورای عالی قضاییه در سال 61. بلافاصله خمینی دستور برکناری جوادی آملی و محمد مؤمن رو هم میده. محمد مؤمن امروز عضو شورای نگهبانه، چشم و چراغ خامنه ایه، مورد اعتماد خامنه ایه، عضو شورای استفتاء خامنه ایه. جوادی آملی هم که مرجع تقلیده. خمینی این دوتا رو هم در واقع دستور برکناریشون میده، اما اینا رو راضی میکنن که خودشون استعفا بدن و این دو استعفا میدن، اما املشی حاضر به استعفا نمیشه. این در واقع تغییری است که تو شورای عالی قضایی در سال 61 به وجود میاد. خمینی از اونجایی که اهل معرکه گیری بود، اهل سر و صدا بود، بلافاصله اومد چیکار کرد؟ اومد بیانیه 8 ماده‌ای امام خمینی اون موقع صادر شد. این بیانیه 8 ماده‌ای چیه؟ یکیش اینه که آقا بیدلیل خون مردم نریزید، نمیدونم شنود خلاف اسلام است، نمیدونم مگر در موارد خاص، نمیدونم اینا، این داستانایی که اون موقع خمینی مطرح میکنه. مسئله اصلیش هم همین داستان شنود بود، شنودی که گذاشته بودن روی کی؟ روی موسوی تبریزی. حالا چرا؟ خمینی همونجا میخواست گربه رو دم حجله بکشه که دستگاه امنیتی، دستگاه قضایی، کسانی که صاحب قدرتن مبادا برن شنود رو روحانیت فاسد بذارن، مبادا برن کنکاش کنن در بیارن روحانیت چیکار داره میکنه. خمینی براش مهم قدرت بود. البته بارها گفته بود که حفظ اسلام که منظورش خودش و روحانیت بود، خب میگفت این از اهم موضوعاته و میگفت این مهمترین وظیفه ماست. میگفت حکومت اسلامی مهمتر از نماز روزه است، مهمتر از حجه، مهمتر از واجباته حفظ حکومت. بنابراین اونجا میگفت چی؟ میگه روحانی، میگه حکومت نگه داشته نمیشه الا توسط روحانیت. بنابراین اونجا خمینی سفت میسته. البته همون موقع املشی رو که اینجا برکنارش میکنه میذارتش تو شورای نگهبان، نه اینکه املشی از هستی ساقط بشه، ولی بس بر سر اینه که خمینی میخواد اونجا قاطع عمل کنه و اجازه نده دیگه کسی جرأت بکنه وارد داستان شنود گذاشتن برای روحانیت بشه. اینه اون خط قرمزش که رأس میکنه. حالا هنوز که شما میبینید، هنوز که هنوزه این به اصطلاح اصلاح طلب ها یا اونایی که سینه میزنن برای دوران طلایی امام اشاره میکنن به پیام 8 ماده‌ای امام خمینی،
اما نمیگن این پیام 8 ماده‌ای برای چی صادر شده بود. برای حفظ و حراست از روحانیت، برای اینکه افتضاح موسوی تبریزی داده بود بیرون، برای اینکه اینو در بپوشوندش. بعد چی شد؟ شورای قضایی بازم زورش نمیرسید، تا آخر سال 62 تو همون درگیرش اونو بر اونو کنار گذاشتن. اونم چه زمانی بود کنار گذاشتن؟ زمانی که اساساً پست دادستانی کل انقلاب رو از بین بردن، گفتن آقا دادستانی کل انقلاب لازم نیست، همه دادستانای انقلاب شهرستان ها همه کافیست، دادستانی کل انقلاب نمیخواد، همون دادستانی کل کشور کافیست. این پست رو برکنار کردن و خب موسوی تبریزی هم به طب برکنار شد. و بعد موسوی تبریزی، توجه کنید به موضوع، ایشون کاندید مجلس دوم شد در سال 63، هم او و هم خلخالی، هر دوشون توسط شورای نگهبان رد شدن. خب شورای نگهبانی که آدم ها توش بودن میشناختنش، باهاشون هم درگیر بودن، به همین دلیل رد صلاحیتش کردن. اما خمینی دوباره با پافشاری روی این دو نفر که سابقه خوبی به نظر او در سرکوب و کشتار و قتل داشتن، خمینی معتقد بود نظام جمهوری اسلامی به اینا مدیونه به خاطر کشتارشون، خمینی اونجا دوباره پافشاری کرد و این دو رو صلاحیتشون خودش تعیین کرد. حتی اجازه دیدار به اعضای شورای نگهبان هم نداد که معترض بودن. احمد جنتی نزد رفسنجانی رفت که پادرمیونی کنه، باز نپذیرفتن. اینها هم در واقع معترض بودن و ناراحت بودن، نه اینکه اینا به ارزشی پایبند بودن، نه، اینا در واقع صفت بندی هایی بود که در مقابل هم داشتن. بنابراین اون موقع خمینی نشون داد که مهم این نیست که شما چی کار میکنی یا نمیکنی، مهم اینه که برای من چی کار کردی، برای حفظ نظام چی کار کردید. پرده پوشی کرد. امروز هم موسوی تبریزی مشق مرجعیت میکنه، دبیر کل نمیدونم مجمع محققین و مدرسین، اصلاح طلبه، همراه میرحسین موسوی میرفت تبریز و میرفت این و رو. این وضعیت مملکت ماست. خب وقتی که در سال 60-61 یک همچین فسادی بوده و یه همچین تلاشی برای پوشوندن فساد از طرف خمینی بوده، آیا انتظار دارید در سال 95 که الان هستیم رژیم جمهوری اسلامی شق القمر کنه، خامنه ای متفاوت از مرشدش عمل کنه، خامنه ای که مسئولیت، ببینید، مسئولیت از بین بردن پرونده فساد موسوی تبریزی رو به عهده گرفته؟ یعنی رازینی و پور محمدی پرونده رو دست او دادن و خمینی قبلا دستور از بین بردن پرونده رو داده بود. امروز رهبره، خامنه ای درس خونده تو مکتب خمینی، تجربه کسب کرده در مکتب خمینی، مسئولیت داشته در دوران خمینی. خب امروز انتظار دارید متفاوت از امام و پیشوا و نمیدونم مرشدش عمل کنه؟ خیر. میبینید این همه تلاش میشه برای در واقع محاکمه آقای محمد سعید گندم نژاد طوسی به جایی نمیرسه، در موارد دیگه هم نرسیده، این اولی مورد که نیست که. من بار قبل خدمتتون عرض کردم، ببینید در رساله حکم تفخیز آمده، تفخیز یعنی بهره‌وری جنسی از طفل نوزاد، حتی بزنید تفخیز خمینی تو گوگل سرچ کنید ببینید میاد براتون. ببینید رساله، باز تأکید میکنم، رساله عملیه مثل کتاب آشپزی میمونه. اون کسی که کتاب آشپزی مینویسه میدونه که عده‌ای میخوان آبگوشت درست کنن ولی بلد نیستن چطوری.
او طرز تهیه آبگوشت و یا کتلت و یا قرمه سبزی رو اونجا می نویسه. کسایی که میخوان اینو در واقع درست کنن میرن به کتاب آشپزی مراجعه میکنن، چون مرسوم تو ایران خوردن این غذاها و کسانی رو هستن که مایلن این غذاها رو بخورن یا بپزن. حالا رساله عملی هم همینطوره، یعنی پیروان مثلا شیعیان، پیروان این مراجع تقلید، پیروان این فقه، وقتی میخوان، یعنی در واقع به رساله مراجعه میکنن، کی میکنن که حکم تفخیص اونجا نوشته؟ زمانی که نیاز دارن. یعنی پس بنابراین وقتی تو رساله راجع به تفخیص و نحوه آن توضیح داده شده، درست مثل آبگوش میمونه تو کتاب آشپزی. یعنی یک عده‌ای هستن که نیاز دارن به این موضوع، حکم شرعیشو نمیدونن، حکم فقهیشو نمیدونن، رجوع میکنن به رساله مراجع ازام از جمله خمینی و امثالهم و در اونجا حکم تفخیز رو میبینن و بر اساس اون از طفل و نوزاد بهره‌وری جنسی میکنن. خب این بازم اولی مورد نیست. حالا این به خاطر اینکه آقای گندم نژاد توسی به خاطر اینکه از نوجوانی مورد علاقه خامنه ای بوده، از نوجوانی او رو میشناخته و حالا هم پیوندهای محکمی با بیت داره، با جامعه قرآنی کشور داره. وگرنه تو دهه 60 من تو کتاب هم نوشتم یه آخوندی بود در زندان، البته با ما نبود، با زندانیان عادی و سلطنت طلب و سارق مسلحا بود، تو بند اونا بود، به نام محمود مقانی، اینجاش هم پینه بسته بود. ایشون هم متهم بود همین، او هم قرآن درس میداد، نهج البلاغه درس میداد و به شاگردانش در واقع دست درازی کرده بود، سوء استفاده جنسی کرده بود، به اون موقع حکم داده بودن. حالا احتمالا اونم ارتباطات بالایی با سران نظام نداشته، اگر میداشت که یه جوری بالاخره ماسمالیش میکردن میرفت به کارش. این هست که فساد تو جامعه ما نهادینه شده، هر جاشو که بالا بزنید این فساد رو میبینید، هر کجا رو که بالا بزنید این فساد رو میبینید. بسیار ممنون و متشکرم آقا. اجازه بدین بگذاریم از این موضوع طولانی ولی بریم به ریشه ها، به اینکه امروز یه آدمایی رو که خود این نظام ازشون استفاده میکرده فعال بودن، مثل سازمان نایاک و یکی از اعضای برجستهش این خانواده نمازی که حسن دایی مرتب پیگیر ماجرای اینها بود، آتیه بهار و ماجرای کرسنت و اینا، پسره رو ابتدا میگیرن، بعد پدره که از آمریکا برمیگرده ایران، پدره از در حقیقت کمبلین قوم نظام پهلوی است، استاندار بوده، نمیدونم خیلی مقامات داشته در دوران پهلوی و الان پدره هم گرفتن و به 10 سال. این ماجرا چیه؟ چی میفهمیم ازش؟ خوشحال میشم از زبان شما بشنم. بفرم. من راستش آقای نمازی، هر دوشون، پدر و پسر، اگر مقاله من راجب خانم حاله اسفندیاری رو خونده بودن و هشدارهایی که اونجا من سالها پیش داده بودم و به کار میبستن، کارشون به اینجا نمیرسید. ببینید این نظام به کی وفا کرده که به نمازی ها بکنه؟ شما به گذشته برگردیم، تیمسار ناصر مقدم چند تا دیدار با اعضای شورای انقلاب داشت در دوران هنوز پهلوی، چند تا دیدار با بهشتی داشت، با
با بازرگان داشت، چقدر وعده و وعید بهش داده بودن، چقدر تلاش کرد برای انتقال حکومت از پهلوی به خمینی. ایشون بعد از سقوط سلطنت رفته بود نخست وزیری که حکم ریاست سرویس امنیتی رو بگیره، دستگیرش کردن و کشتنش. چرا آدم ها عبرت نمیگیرن؟ ایشون کسی بود که بیشترین تلاش رو کرده بود برای انتقال آرام، یا به قول معروف برای تغییر نظام سلطنتی. چه وعده و وعیدهایی که بهش داده بودن، چه وعده و وعیدهایی که این میداد به غربیا. خب مقدم چی شد؟ مقدم و اولین نفر کشتن. اگر کسی میخواست عبرت بگیره باید تو نقطه مقدم عبرت میگرفت، نگرفتن. حزب توده رو ببینید، هیچ حزبی در ایران، توجه داشته باشید، هیچ حزب، سازمان، دسته و گروهی در ایران نبود، حالا گروه فرقا رو بذاریم کنارا، هیچ حزب و سازمان و گروه و دسته در ایران نبود که رهبریش به اندازه حزب توده ضربه بخوره. همه گروه ها سیاسی رو نگاه کنید، از هر کدوم رو نگاه کنید، بالاخره رهبری هاشون به خاطر سیطره تشکیلاتی که داشتن، امکانات تشکیلاتی که داشتن، پول و لوجستیکی که داشتن، بالاخره تدارکاتی که داشتن، اوضاع که خراب شد خودشون رو تونستن از مهلکه نجات بدن. حزب توده که بیشترین خدمت رو به نظام جمهوری اسلامی داشت، هیچ کاری علیه نظام جمهوری اسلامی انجام نداده بود. یعنی از روز تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا اون روزی که رهبران حزب دستگیر شدن در بهمن 61 و اردیبهشت 62، هیچ اقدامی علیه نظام جمهوری اسلامی انجام نداده بودن. هر نوع حمایتی هم که بخواید کرده بودن، در هر توطئه‌ای هم که بخواین علیه نیروهای سیاسی یا علیه در واقع مخالفین رژیم یا رقبای رژیم در سطح داخلی و بین المللی هم شرکت کرده بودن، در همه زمین‌ها با اینا هماهنگی داشتن، هر جام که کمیت اینا لنگ میمون اونا به یاریشون میومدن. بسیار، چه اتفاقی افتاد؟ بیش از 90% رهبری حزب توده، اهم از کمیته مرکزی، دفتر سیاسی و مشاورین کمیته مرکزی حزب توده اعدام شدن در سال 67. این همه دستگیر شدن، قلفتی دستگیر شدن و بعد کشتنشون. عبرت رو میخواییم کجا ببریم؟ این نظامیست که بابا تو اخبار میخونن، آقای نوازی تو اخبار نخونده به احمد خمینی رحم نکردن، اونجوری کشتنش. اینا تو اخبار نخوندن سعید امامی رو چجوری کشتنش. پیش از اینها حتما آقای نوازی آقای فاضل خداداد رو میشناسه یا میشناختن. خب فاضل خداداد با تضمین رفیق دوست اومد به کشور و بعد گرفتن کشتنش. چقدر باید تجربه بشه، چقدر باید سرها شکسته بشه و کسی تجربه نگیره. خب شما نگاه کنید، بعد آقای نمازی، شرکت آتیه بهار، خانواده نمازی، تازه یاد این میفتن که به این نظام سرویس بدن. تحت چه پوششی؟ برقراری روابط بین ایران و آمریکا، بهبود روابط بین ایران و آمریکا. خب آیا اینا برای اولی بار بود ایران میومدن؟ خیر.
شما میبینید نایاک در دیدارهای حتی در ژنو شرکت دارن، روابط نزدیک با هیئت دیپلماتیک رژیم دارن، هیئت مذاکره کننده دارن. از قدیم الایام شما دیدید نامه های ظریف به مسئولین نایاک رو به اسم کوچیک هم دیگر رو میخونن، با هم رایزنی میکردن. ولی خب میبینید دیگه چه موقعی دستگیر میشه آقای نمازی، پسر و پدر، سیامک نمازی و باقر نمازی کی دستگیر میشن اینا؟ ببینید سیامک نمازی تو طول این سالا میومده میرفته ها، پدرش میومده میرفته ها، ولی کارشون نداشتن. امروز چه دستگیر شدن؟ برای اینکه بعد از برجام خامنه ای خواهان جلو رفتن جناح رفسنجانی و روحانی و اینها نیست، میخواد اونها رو متوقف کنه. خامنه ای خواهان تنش‌زدایی نیست، سپاه خواهان تنش‌زدایی نیست، نهادهای قدرت خواهان تنش‌زدایی نیستن. مسئله خطر عاجل رو از سر نظام دور کردن، حالا به دنبال جفتک پرانی هن و ایجاد خصومت بین ایران و امریکا. بهترین حربه چیه؟ یقه کسایی رو بگیری که تلاش میکردن رابطه رژیم رو با امریکا بهبود ببخشن. میگه اتهام این چیه؟ همکاری با دولت متخاصم. ملاحظه میکنید مسئولین رژیم کادو و هدیه به هیئت دیپلماتیک امریکا میدن، به مقامات امریکایی میدن، از عراقچی و حسین فریدون و اینها بگیرید، همه دارن، اعضای هیئت دارن هدیه میدن به امریکایی‌ها. اون وقت کسی که برای بهبود رابطه بین ایران و امریکا، که البته بهتره بگم رژیم و امریکا، فعالیت میکرده، به عنوان چی میگیرنش؟ همکاری با دولت متخاصم. معلومه باید بگیرن، معلومه اگه آقای سیامک نمازی هوشیاری داشت ایران نمیره بالا، رفته بود خلعتی بگیره، فکر میکرد الان میره تو قراردادهای، نه الان موقع بهره بردن از تلاش هاشونه بهره مادی، چون ایشون رئیس شرکت کرسنت هم هست دیگه، شرکت نفتی. اینا که دنبال منافع مردم ایران نبودن که این بهبود رابطه رو، که اینا به خاطر بهبود وضعیت مردم ایران نمیخوان، که برای پرپول شدن جیب خودشون میخوان. به این علت ایشون رفت ایران، رفت که خلعتی بگیره، سر از زندان در آورد. قدیما افرادی بودن با این ذهنیت ها میرفتن خلعتی بگیرن، سرشون به باد میرفت. خب وقتی آقای باقر نمازی رو در سن بالای 80 سالگی به 10 سال زندان محکوم میکنی، بس بگو حکم ابد دادی بهش دیده، قصد جونشو کردید. اتهامش چیه؟ رفته ایران دنبال کار پسرش. خب حالا معلومه از دوران در واقع قبل از انقلاب میتونن براش اتهام بتراشن، تا همین الان کاری نداره تو این نظام اتهام تراشیدن، که همه مجرمن تو این نظام اگه قصد پرونده سازی بر کسی داشته باشه. چون آب خوردن شما تو این نظام میتونه خلاف شرع باشه. سیامک نمازی چوب اعمال خودش رو میخوره، ولی شما فکر میکنید کسایی که تو نایاک هستن، تریتا پارسی و امثال هم، فکر میکنید اونا درس میگیرن؟ خیر،
چرا با این اطمینان میگم؟ برای که همین سیامک نوازی بعد از خانم حاله اسفندیاری، بعد از داستان علی شاکری تجربه کشف نکرد، رفت حالا ایران. اینا همه قربانی میشن، قربانی سیاست های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه رژیم، و اینها چوب اعمال خودشون رو میخورن، چوب اعتمادشون به رژیم رو میخورن. درگیری بین جناحین، خب کی اول قربونی میشه؟ اونایی که کمترین پشتوانه رو دارن. بالاخره اونایی که تو نظام هستن هر کدوم پشتوانه ای دارن. معلومه اینا میخورن، حلقه های ضعیف هن. به این ترتیب خامنه ای به امریکا هم چنگ دندون نشون میده، میگه آقا من اما اینجاست، آدمتون هم گرفتیم. این دلیل دستگیری این دو نفره. البته که نباید از دستگیر شدن هیچ کسی خوشحال بود، نباید از رنج و سختی هیچ کسی خوشحال بود. اینا باعث شعف و شادی نیست که من الان اینجا نشستم میگم آقا چشمشون کور، میخواستن نرن، میخواستن نکنن. این نگاه نگاه انسانی نیست. به قضايا نباید اینجوری نگاه کرد. متاسفانه فرهنگ ما به گونه است که آدم ها به این سمت سوق داده میشن. چرا؟ تربیت ما اینه. تربیت ما از ابتدا به خاطر نگاهمون، به خاطر مذهبمون بر این اساسه. شما بهشت رو نگاه کنید، انسان ها در بهشت نشستن، مؤمنان در بهشت نشستن، از همه امکانات برخوردارن، از همه امکانات. حوریان یه طرف، قلمان یه طرف، رود شیر و نمیدونم عسل یه طرف، درخت های آنچنانی یک طرف، آواز براشون میخورن، شراب از این یکی میاد، نمیدونم فلان، در ناز و تنعم قوطه میخورن. میدونن اون طرف عزیزانشون، حتی بچهشون، حتی زنشون، حتی نزدیکترین اقوامشون، پدرشون، مادرشون تو جهنم دارن، تو آتیشن، پوستشون رو میکنن، زقوم میریزن تو حلقشون، آویزونشون میکنن نمیدونم از در دیوار، تیکه تیکه گوشتشون رو میکنن. و اینا ککشون هم نمیگزه تو بهشت، دارن عشق عالم رو میکنن. آخرش هم میگن چی؟ یه چشمت کور، میخواستی اون روز که به دنیا بودی این غلطا رو نکنی که حالا تو جهنم باشی، ببین من تو بهشت دارم چه لذتی میبرم. این یه نگاهی است که ما رو باهاش بزرگ میکنن. ما تو این نگاه بزرگ میشیم. این نگاه نگاه غیر انسانیه. این اون نگاهی نیست که 700 سال پیش سعدی گفت چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. نباید از سختی هیچ کسی خوشحال شد. معلومه امروز من از سختی اونا خوشحال نیستم. من زندان بودم، من خودم این شرایط رو طی کردم. اونا پدر دارن، مادر دارن، فرزند دارن، اقوام دارن، خواهر دارن، برادر دارن. معلومه نباید از سختیشون آدم خوشحال باشه. درسته اشتباه خودشونه، ولی نباید باعث شادی ما بشه، نباید اظهار شعف و شادی کرد. من که واقعا متاسفم، ولی اینی که میگم به خاطر اینکه بفهمن چه میکنن و کجا پا میذارن. و بسیار ممنون و متشکرم از شما. درسته و این ماجرای این نظام است که هیچ پرنسیپ نداره، یعنی اینکه با هیچ چارچوبی شما نمیتونی اینو قاب کنی و بگی که این تو این قاب قرار میگیره. هیچ چی وجود نداره، یه نظام به هم پاشیده است. شما در اون مقاله به طور مفصل راجع به این داستان حرف زدی، اینم مثل همونه، یکی مثل اون دیگری. و اینا
این ماجراها رو به وجود داره. امروز الان اعلام کردن که بالاخره بعد از اینکه اون دوتا وزیر دیگه استعفا دادن، بالاخره علی جنتی هم استعفا داد. حسام الدین آشنا از جمله جنایتکاران این نظام که در قتل هویدا دست داشته، او ازش وقتی ازش پرسیدن گفت نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم. ولی وقتی به این وزارت فرهنگ و هنر که بعدا کردنش وزارت ارشاد اسلامی نگاه میکنیم، ببینیم که این یکی از معضلات ایناست. یعنی شما بارها گفتی که اینا همون نظام فکریشون مثل نظام فکری داعش فرق نمیکنه، ولی هنوز عده‌ای باور دارن که نه، یه نوع دیگه اسلام وجود داره که این میتونه اون قرائت دیگه از اسلام رو پیاده کنه. حقیقت ماجرا اینه که اسلام یه دین مربوط به 1400 سال پیشه، قوانینش در عصر خودش شاید نو بوده، مدرن بوده، ولی برای امروز، تو دنیای امروز، تو دنیای فناوری ها فکر نمی کنم کاری داشته باشه. این سوالم رو اینگونه مطرح خواهم کرد که این استعفاهات تبلیغات برای انتخابات پیش روه. مثلا جنتی استعفا داده که بعد بیاد خودش کاندید ریاست جمهور بشود، یا اینکه قفل کرده این کلیده بالاخره باز نمیشه داستان. چی میبینی این صحنه رو؟ چیه؟ تبلیغات واقعیت مربوط به انتخابات یا قفل شده؟ ممنون میشم بشنوم. بفهم. من یه توضیح رو فکر میکنم ضروری بدم. فکر میکنم حسام الدین آشنا نمیتونه تو قتل هویدا مشارکت داشته باشه. حتی شاید اشتباه بکنم، چون حسام الدین آشنا متولد 1943 است تا اونجایی که میدونم، و تو زمان هویدا 15 ساله بوده، نمیتونه، منطقی نیست. اما ایشون داماد دوری نجف آبادی است، مسئول در واقع یا مدیر کل اطلاعات بوده در قم، و خب میدونید که به همین خاطر هم روابط داشته با حوزه و اینها. البته خودش هم آخوند بوده و درس‌های حوزوی خونده. حالا از این که بگذرم، ببینید من یه توضیح دارم. البته هنوز معلوم نیست، تنها وزیر ورزش و جوانان محمود گودرزی که ازش به عنوان محمود دولت هم نام میبرن، اون استعفا داده. این دو نفر هنوز استعفاشون رسما اعلام نشده، یعنی فانی وزیر آموزش پرورش و آقای جنتی به عنوان وزیر ارشاد. ببینید من اینو بهتون بگم، من تصور نمی کنم استعفای جنتی یا اینکه او برکناری او در ارتباط با انتخابات باشه. جانم یه لحظه به من اجازه. نه، این مسئله آقای جنتی رو الان اعلام کردن که استعفا داده، و اون در نامه استعفاش نوشته که این وزارت از آغاز کار تا کنون بیش از سایر دستگاه‌های اجرایی مورد هجوم بوده و عموم فعالیت‌های آن در فضای آلوده به دروغ، پراکنی، افترا و اتهامات ناروا مورد تخریب قرار گرفته است. به هر حال این اتفاق افتاده و این آقا اعلام کردن دیگه، اعلام کردن که استعفا داد. میشنویم. خیلی ممنون از توضیحی که دادید. پس هنوز فانی استعفاش رسما اعلام نشده. البته فانی رو هم میدونید که مجلس به دنبال استیضاح بوده، تلاش هم شده، چند بار استیضاحشو پس گرفتن، ولی در هر صورت ببینید من فکر نمی‌کنم در ارتباط با انتخاباته. الان میگم خدمتتون. ببینید اگر صحنه سیاسی ایران رو ببینیم، با توجه به در واقع استعفای جنتی، این تصور نمیره که کاندیدای بعدی به اصطلاح چپتر از یا نرمتر از جنتی باشه. نیست. صحنه سیاسی اجازه رو نمیده. یعنی شما فکر نکنید یه دونه از این مثلا به اصطلاح اصلاح طلب ها میتونه الان بیاد بشه مثلا وزیر ارشاد. نه، این گونه نیست. حتما از جنتی به نظر من احتمالاً عقبتر نباشه، جلوتر نیست. بنابراین نمیتونه توجه هنرمندا رو یا توجه نسل جوان رو یا توجه روشنفکران رو به خودش جلب بکنه. کسی که میاد
چون جنتی به خاطر که پسر جنتی هم هست از این جهت انتخابش کرده بودن، چون پسر جنتی هم هست بعد تو حوزه هم درس خونده بوده بعد همیشه هم تو جناح راست بوده تصورش، و قبلا هم سازمان تبلیغات فرهنگ و تبلیغات فرهنگ و ارتباطات اسلامی رو میگردونده، یعنی یک نهاد بسیار بسیار مهم رژیم رو، اینها تصورشون این بود که او میتونه موفق باشه یا میتونه اعتماد حوزه علمیه قم و قم رو جلب بکنه، چیزی که برای روحانی بسیار بسیار مهمه. به نظر من اتفاقا بعد از قضیه شبه کنسرت در قم این رابطه خدشه‌دار شده بین روحانی و قم، و چه بسا استعفای آقای جنتی هم تو همین راستا باشه، یعنی در واقع فشارها او رو مجبور به کنارگیری کرده در ارتباط با اینکه دل قم به دست بیاد. و ببینید ببینید فاجعه تو اینجاست دوستان عزیز، توجه کنید، من از روز اولم خدمتتون گفتم هرچه جلوتر می رویم وضعیت بدتر میشه. یک بار من در گفتگوها و حتی در نوشتهام هم هست روی این مسئله تاکید کردم که دولت‌هایی که میان، شما دولت رفسنجانی دولت اولش رو نگاه کنید نسبت به دولت دومش، دولت اولش در واقع اینجوری میخوام خدمتتون بگم که اگه تو اون تقسیم بندی ها رو میخوام بگم که متوجه شیم، یعنی من منظورم این نیست، به اصطلاح اصلاح طلبتره یا به اصطلاح نرمتره، تا دولت دومش. ببینید دولت اولش نوری وزیر کشوره، دولت دومش کیه؟ بشارتیه، یکی از عقب مونده ترین آدم های رژیم، یکی از جانیان، کسی که دست تو خون داره، کسی که بنیانگذار اطلاعات سپاه بود و کسی که اون گروه قنات رو تشکیل داد در جهرم و اون جنایت های فجیع و مرتکب شده بود. وزیر در واقع حتی آموزش عالیش رو نگاه کنید، اولی معین بود، دومی الان خاطرم رفت یه لحظه، ولی جناح راست. وزیر ارشادش رو نگاه کنید، اولی خاتمی بود و بعد کشید به لاریجانی و بدتر از همه میرسلیم. همین رو برید تو دولت خاتمی نگاه کنید، دولت خاتمی اول با جامعه مدنی و فلان و فلان اومد، ایران برای همه اونا، آخر رسید به چی؟ جامعه تو مدینه تو نبی و نمیدونم از این داستانا. شما نگاه کنید وزیر کشورش رو اولیش در واقع همین آقای نوریه، بعد میرسه به موسوی لاری. وزیر ارشادش نگاه کنید مهاجرانیه، بعدش میرسه به مسجد جامعی. سیاستهاش رو نگاه کنید همش به سمت در واقع محافظه‌کاری پیش میره، یعنی دولت روحانی به سمت محافظه‌کاری پیش می رود، نه به سمت در واقع باز شدن، نرم شدن، نه اینگونه نیست، وزیر ارشادش هم نخواهد بود. پس این نمیتونه کارکرد انتخاباتی داشته باشه برای جلب آرا، این یک. ولی به نظر من بر اساس اون که شما خوندید آقای جنتی حرف درستی زده، وزارت ارشاد از اون ابتدا تا کنون یکی از پرمسئله ترین در واقع وزارت خونه ها بوده و درگیری همیشه توش بوده، به خاطر اینکه این نظام میخواد یک فرهنگ عقب مونده، یک فرهنگ ارتجاعی متعلق به 1400 سال پیش رو با زور غالب بکنه، به کشوری، به ملتی، به مردمی که توی منطقه از بقیه جلوتر بوده. خب معلومه این مشکل آفرینه. اولین وزیر ارشاد کی بود؟ آقای میناچی بود.
ناصر میناچی، بنیانگذاران حسینیه ارشاد. بر اساس توطئه دانشجویان پیرو خط امام و موسوی خوینی ها و امثال هم، ایشون به عنوان مزدور آمریکا دستگیر شد. یه شب هم زندان بود دیگه، همون سال 58، در پی دستگیری امیر انتظام و اینا، چون میخواستن مشکل درست کنن برای دولت موقت و لیبرال ها و و, 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 و تو اون جو ضد لیبرال و اینا، میخواستن ایزدی وزیر کشاورزی رو بگیرن، اونم گرین کارت امریکا داشت. خب ولی خب با فشار شورای انقلاب و نهضت آزادی و بازرگان و اینا و سوابقی که ایشون بالاخره داشت و اینا، آزادش کردن. وزیر بعدیش کی بود؟ عباس دودوزانی، فرمانده سپاه، یکی از خوشمغزترین آدم ها. ایشون شد وزیر ارشاد. شما حسابش کنید، بنیانگذار سپاه پاسداران، یعنی یه نهاد نظامی میاد میشه چی؟ مسئول فرهنگ کشور. اولین کار چیکار کرد؟ وزارت ارشاد و منحل اعلام کرد، تعطیل اعلام کرد، تعطیل. من یادم یک دو تا اقواممون تو وزارت ارشاد بودن اون موقع، چون سازمان اطلاعات جهانگردی قبلی بود دیگه. گو همه رو فرستادیم خونه، بعد امتحان بگیریم و نمیدونم هر کسی که مورد پذیرش بود دوباره برش گردونیم بیاریم. خیلی هارم پاکسازی کردن، گفتن اینجا مهم اسلام، ارشاد اسلامی اون بالاش نوشته و و باید همه نمیدونم بیانگر این فرهنگ باشن و اسلام باشن و اینها، داستانهایی که دوزدوزانی درست کرد. بعدش هم نماینده مجلس شد، تو به اصطلاح جناح اصلاح طلب ها هم بود، رئیس شورای، عضو شورای شهر و اینا هم بود دیگه، یه مدت رئیس شورای شهر هم شد، بازم از طرف اصلاح طلب ها. بعدش کی شد؟ معادی خواه. معادی خواه کی بود؟ قاضی، حاکم شهر، قاضی و حاکم شهر دادگاه فرغانی ها کی بود؟ ایشون بود. قاضی و حاکم شرع دادگاه تقیه شهرام کی بود؟ ایشون بود، نماینده خامنه ای، از میخوام نماینده بهشتی، نزدیک به بهشتی بود، کارگزار او بود. ایشون شد وزیر ارشاد اسلامی. دورش با چی کنار گذاشته شد؟ با همون فساد اخلاقی که گفتن گذاشتنش کنار دیگه، رفت که رفت. حالا یه بنیاد نمیدونم چی بهش دادن، یه پولی میدن و این در اون بغل برای خودش زندگیشو بکنه و اینا. بعدش هم که خاتمی اومد از 61 تا زمانی که 69 گذاشتنش کنار، اون درگیری ها و اون مشکلات درست بعد جنگ، تا زمانی که جنگ بود هیچ مشکلی نداشتن. ایشون رئیس ستاد تبلیغات جنگ هم بود و همه اون سیاست ها رو پیش می برد، محدودیت ها رو خود ایشون پیش می برد، آقای خاتمی. چطوری هم این مسئولیت بهش دادن؟ مسئول روزنامه کیهان بود، اون مقالات و علیه مهندس بازرگانی که میگه آقا اینجوری نکشید، این خشونت تو جامعه مسئله آفرین میشه، تو مهرماه سال 60 سه تا مقاله که علیه مهندس بازرگان نوشت و اگه شما الان برید بخونید فکر میکنید حسین شریعت مداری نوشته. اگه بهتون نگن این قلم و این نثر آقای سید محمد خاتمی است. ایشون تو وزارت ارشاد بود، اونجا بود که برای خودش دکون دستگاهی داشت. و بعد البته بعد از جنگ چون نگاه ها متفاوت شده بود، بعد از خمینی نگاه ها متفاوت شده بود، خامنه ای میخواست انان کار رو در دست خودش داشته باشه و میخواست سیاست های خودش رو پیش ببره، به همین علت فشارهایی که این طرف و اون طرف می آوردن ایشون استعفا داد دیگه. چون اساسا خاتمی مرد وایستادن و جنگیدن نبود، ویژگیش نیست. و خب
پشت سرش علی لاریجانی شد و بعدم لاریجانی که رفت رئیس رادیو تلویزیون شد، به جاش بعد از اون میرسلیم آورد رفسنجانی. دوباره رفسنجانی کی رو آورد؟ یه کسی که رئیس شهربانی بود دیگه، معاون وزیر کشور بود در زمان مهدوی کنی و خود رفسنجانی و اینها. یکی از حسابشو بکنید، هیئت مؤتلفه عقب مونده ترین جریان سیاسی ایران، ارتجاعی ترینش، کسایی که در دهه 60 دست تو خون داشتن، دست تو جنایت داشتن، دادستانی رو اینا اداره میکردن، جنایات رو اینا سازماندهی میکردن، همین امروز هم عقب مونده ترین دیدگاه ها رو داره. دیدید در موقع فوتبال چی میگفتن؟ همین آقای میرسلیم اینا. خب این شد وزیر ارشاد اون فجایعه. تو دولت خاتمی هم که دیگه میدونید دیگه، آقای مهاجرانی بود، کارش به استیضاح کشید، آخرم در واقع به نوعی برکنار شد، استعفا داد و به خاطر مسائلی که پیش اومده بود. باشه مسجد جامی نگاه کنید، حالا دوره احمدی نژاد که دیگه بهتر میدونید، صفوار عرندی وزیر ارشاد بود، صفوار عرندی که سردار سپاهه، کارش هم تو روزنامه کیهان بوده، پرونده سازی و نمیدونم همین مسائلی که میبینید. این وقت شد وزیر ارشاد. بچه هم سید محمد حسینی. بنابراین جنتی، اینو بگم، جنتی امروز وقتی کنار میره انتظار این که آدمی مثبت‌تر از اون بیاد نیستا. وضعیت به گونه‌ای پیش خواهد رفت که افراد با چراغ دنبال جنتی بگردن. این فاجعه. اون آقای گودرزی، اینم یه تیپیه که در واقع وصله ناجور بود از اول به دولت روحانی، برای اینکه نه اینکه اینا یه آدم حسابی، الان وصله ناجور میگم یعنی با اینا نمیخوند، یعنی با روحانی نمیخوند، گزینه چهارم بود، سه تا رأی نیاوردن، یعنی مجلس پیغوم پشت پیغوم میداد که آقا باید یکی باشه که همسو با ما باشه. کاندید اصلی او صالحی امیری بود. سلطانی فر اول بود، بعد صالحی امیری بود. البته اینا پذیرفتن که گودرزی بیاد، منتها معاونت هایی که صالحی امیری در دوران سرپرستیش بر این سازمان و بر این وزارتخونه معین کرده بود، یعنی سجادی و مازیار ناظمی و بعد نمیدونم امیر خادم و اینا رو حفظ بکنه، و همینطور هم شد، اینا همه حفظ شدن. منتها یه آدم بی سواد که ارزم، البته میگن دکتر ها، کتابم نوشته دکتر محمود گودرزی، اما دکتری اینا چجوری از این دکتر کوپونی هاست؟ ایشو از دست 34 33 34 زمان قبل از انقلاب دیپلمش گرفته، دانشگاه نتونسته بره، تا تو دهه 60 وارد دانشگاه شده، اونم با این رانت هایی که اینا همه ازش برخوردارن. بعد تو نظام باشی حتما دکتر میشی، میامه پاسداران رو نگاه کنید همشون دکترن، یه تریلی فقط باید دکتری اینو بکشی. و آدمیست که روزی که اومده در واقع وضعیت ورزش ایران رو به سقوط رفته، که سقوط نرفته، اگر موفقیت هم تیم ملی فوتبال ایران به طور نسبی کسب کرده، از ابتدا دشمنش همین آقای
گودرزی بوده، دشمن کیروش، تمام امکانات رو تیم ملی بسته، تمام امکانات رو از اینا گرفته، اون همه مصاحبه علیه کیروش و کادر فنی و اینا میکردن. یعنی ببینید یه دونم آدم حسابی بود اینا باش مخالف بودن، بخاطر که نگاهش یه نگاه بسته ایه. و خب حالا احتمالاً اون رو برکنار کردن، موضوع استعفا نیست، مجبور به استعفا شده. چرا؟ برای اینکه از حد گذرونده بود. ماه پیش یه مصاحبه‌ای داشت با روزنامه کیهان. ببینید کیهان مخالف دولته، یعنی تابلوه. شما یعنی میری تو جبهه دشمن، میری با بلندگوی دشمن مصاحبه میکنی و در اونجا به صراحت گفت من در دولت بعد شرکت نمیکنم. حالا انگار دعوتش کرده بودن و بعد گفت برم بیزینسمن بیارن. باید به این نکته هم توجه بکنی که از دو سه سال پیش که دولت از سه سال پیش تشکیل شده، درست از دو سال پیش لااقل دائر صحبت برکناریش بوده، تا حالا هم کشیده اومده. دیگه اینجا از حد گذروند، یعنی خط قرمز رد کرد و من فکر میکنم به این علت برکنار شده. آقای جنتی هم احتمالاً بر همین اساسه، یعنی به خاطر اینکه تلطیف رابطه ای که اینا میخوان با قم بکنن و نشون بدن به نوعی که دغدغه های اونها رو در نظر دارن و اینها، این عمل صورت گرفته. منطقاً به نظر من نمیتونه جایگزین او، باز تأکید میکنم، نرمتر از جنتی باشه. و این نشون میده که روحانی برنامه خاصی برای تحرک در درون کشور نداره. هرچی هم هست آویزون شدن به دنیای غرب، آویزون شدن به منابع خارجیه و تلاش برای اینکه از اون طریق چه بسا بتونه مشکلات عدیده نظام رو حل بکنه یا تخفیف بده. این سمت و سوی تغییرات و تحولاتی است که ما در داخل شاهدش هستیم. اولا اجازه که من یک اعتراف بکنم و اونی که حسودی کلمه خیلی تندیه، شاید قبطه بهتر باشه. به این همه حافظه‌ای که شما داری واقعا درود میفرستم و اینکه چگونه این مسائل رو با دقت دنبال کردی و اینا رو همه رو کلاسیفای کردی، طبقه بندی کردی، تو گوشه ای از حافظت نگه داشتی و وقت لازم باشه سریع میتونی به اونا رجوع کنی و اونا رو در بیاری. واقعا از این بابت به شما صمیمانه تبریک میگم، درود بهت میگم. صحبت این مرد شد آقای معادی خواه، من حتی تعجب کردم که تو این مقاله شما از اون زیاد ذکری نکردی در ارتباط با حسین موسوی تبریزی، و چون فکر میکنم اصلا این دادگاه ویژه روحانیت رو به خاطر معادی خواه درست کردن، برای اینکه اونم رفتن گرفتن با زن و منقل و نمیدونم فلان و اینا، برای یه جوری چیده بودن دیگه و ازش گرفتن بردن و اون رو از وزارت ارشاد کنار گذاشتن. اونم جزو همین طبقه فاسدا و ماجراهای خودشو داره. اما فکر میکنی این ورزشه به این ماجرای تاسوعا و فوتبال اینا هم مربوطه؟ یعنی یه پاسخی به اون، یا یعنی اینکه ربطی به هم دیگه ندارن؟ اینو بشنویم تا سوال بعدیم رو مطرح بکنم. بفرم. نه فکر نمی کنم به این موضوع ربطی داشته باشه. الان با توجه به اتفاقاتی که افتاد در روز عاشورا و تاسوعا و اینها، در واقع نظام به نوعی خوشحاله، راضیه و خرسنده و مشکلی ندارن و از این که به قول خودشون استادیوم تبدیل به حسینیه شده و اینها، در واقع به نوعی اعلام رضایت میکنن.
و عیسی هم که مخالف بودن سکوت کردن، چون عملا زمینه برای تهاجم نمیبینن. همونجور که عرض کردم، خیلی مشکلی که با گودرزی داشتن از قبل بوده و مسابقه فوتبال در اون روز هم ربطی به گودرزی نداشته. اتفاقا او میخواست از همین مسئله استفاده کنه علیه فدراسیون، که اینا رابطه خوبی با هم نداشتن و او هم نتونست گزینه‌های خودش رو تحمیل بکنه. بنابراین به نظر من مسابقه فوتبال ربطی به این مسئله نداشتش در روز تاسمان. اما مهمترین موضوع که گفتم، شاید این استعفای آقای جنتی، پسر اون جنتی کثیف، اینا همشون کثیفن، فرق نمیکنه. شما به درستی اشاره کردی به مقاله خاتمی در روزنامه کیهان، دست به جای درستی گذاشتی مثل همیشه. اما یه موضوعی که هست، بحث این ماجرای ابلاغیه آقای چی اسمش چیه، مرد رهبر معظم سید علی خامنه ای، که روز شنبه 24 مهر درباره سیاست‌های کلی در انتخابات آینده ابلاغی 18 بندی و در بند 16 هم به فعالیت سیاسی و انتخاباتی نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مربوط شده که در سال‌های گذشته با انتقادها و اعتراضات زیادی روبرو بوده است، که می شود از ماجرای سال 84 و نامه کروبی که پسر مشتبه تو این داستان ها با سپاهیان دست داشته هم اشاره کرد. این چیه ماجرا، چی میگه و چرا سپاه در مقابل این گونه عکس العمل نشون داد؟ میشنویم، بفرمایید. ببینید، همونجور که قبلا خامنه ای خودش هم گفته و چارچوب های مجمع تشخیص مصلحت رو نظام رو تعیین کرده، در واقع مسئول تدوین سیاست ها مجمع تشخیص مصلحت نظامه که به تایید خامنه ای میرسونه. در ارتباط با این موضوع هم اینا سالهاست دارن روی مسئله کار میکردن و همینطور که شما گفتید این سیاست ها رو به خامنه ای ابلاغ کردن و خامنه ای اینها رو برگردونده و به عنوان در واقع سیاست نظام ابلاغ کرده به دستگاه اجرایی. ولی خب باید ببینیم مجمع تشخیص مصلحت نظامی که خامنه ای بر اساس منویات خودش، بر اساس منافع خودش تشکیل داده، چی تصویب کرده بوده قبلا. ببینید، خامنه ای میدونید که تصفیه های متفاوتی تو مجمع کرد و الان کفه ترازو به شدت به نفع خامنه ای و به ضرر رفسنجانی است. منتها همین مجمع تشخیص این سیاست ها رو تدوین کرده بوده، پیشنهاد کرده بوده به خامنه ای. اما ببینیم خامنه ای کجاهاش تغییر داده. ببینید، هر جایی که مجمع دست گذاشته بوده روی سیاست ها برای روش، برای اینکه مصادیق روشن بکنه، از تفاسیر جلوگیری کنه، خامنه ای تغییرش داده. مهمترینش راجب احزابه. ببینید، مجمع پیشنهاد کرده بود که احزاب اجازه فعالیت داشته باشن در امر انتخابات و بعد احزاب بتونن نماینده‌هاشون، نه کاندیداها، احزاب نماینده هاشون سر صندوق ها باشن و موضوعات رو پیگیری کنن. خامنه ای احزاب رو حذف کرده. ببینید، اینم تازه کی تصدیق کرده بوده؟ همونایی که تو چارچوب و نگاه خامنه ای هستن. فکر نکنید در واقع دیگری اینا رو پیشنهاد کرده بوده. دوباره اونجایی که نیروهای نظامی دخالت در امر انتخابات، نظامی امنیتی قضایی نمیدونم اینها بود، بسیج هم بودش. خامنه ای بسیج رو حذف کرده ها. سپاه همه کارش از طریق بسیج پیش میبره و اتفاقا دخالتش در امر انتخابات از طریق بسیجه. خامنه ای حذف کرده. بسیج بخشی از سپاه پاسداران، اما شتر مرغه. موقعی که مرغ بگیرن اینا شتورن، میخوان بگم بپر، این میشه شتور، موقع میگم بار ببر میشه مرغ. خامنه ای اینو حذف کرده. مورد دیگه ای که یه گوشه ای میخواست به شورای نگهبان بزنه
و اونم این بود که شورای نگهبان در واقع نمایند کسایی که رد صلاحیت میشن بتونن تظلم خواهی کنن، یعنی دلیل بخوان برن اونجا برخورد کنن اعتراض کنن، اینم حذف کردن. تأکید مؤکدی رویش در واقع موضع شورای نگهبان امر نظارت استصوابی از ابتدا تا انتها در همه مراحل روش پافشاری شده. در واقع باید اینو توجه داشته باشیم که این وسط چیزی روشن نشده، همه یعنی این ببینید این تنها یه چارچوبی اعلام کرده که هیچ فرقی با قبل نمیکنه، هیچ فرقی در هیچ زمینه ای، یعنی این هیاهو هم که میشه بیجاست. و بعد هم سپاه پاسداران دارن اعلام میکنن، خود خامنه ای اعلام میکنه فلسفه وجودیش، اینا میگن حفظ و حراست از نظام جمهوری اسلامی و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی است. اینا میگن هر جایی که ما حرفی میزنیم، برای همین فرماندار سپاه گفتن، میگن آقا اصلا این مشمول ما نمیشه، برای اینکه ما اصلا وظیفمون دخالته، ازش به عنوان دخالت که نام نمیبرن، که میگن حفظ و حراست از نظام جمهوری اسلامی، اهداف مقدس نظام، درست مثل شکنجه. مگه تو قانون اساسی شکنجه ممنوع نیست؟ کسی که دست به شکنجه میبره مگر نبایستی مجازات بشه طبق قانون اساسی؟ اما اینا که شکنجه نمیکنن که، اینا تعزیر میکنن، تازه بابت تعزیر باید یه چیزی هم بدهکار باشی، چون حکم خدا رو راجع به شما اجرا میکنن، خودشون هم بنده خاص خدا، بدهکار هم هستی، طلبی ندارین. این سیاست هم که اعلام کردن برای دخالت سپاه، که دخالت نمیکنه که، خودشون هم میگن انتخابات کسی دیگه برگزار میکنه، ما که نیستیم که. ببینید شورای نگهبان هم جنتی، یادتونه جنتی یزدی صراحتن دفاع میکردن از احمدی نژاد، کاندیدشون احمدی نژاد بود، تبلیغ میکردن براش، گفتن ما این ما وقتی که داریم تبلیغ میکنیم به عنوان در واقع شیخ محمد یزدی یا احمد جنتی من دارم حمایت میکنم، به عنوان دبیر شورای نگهبان که حمایت نمیکنم که، میدونید یعنی اینا اینطوری هن. الهام عضو شورای نگهبان بود، بعد همراه با تیم انتخاباتی احمد نژاد همه جا بود، بغلش بود، یعنی اصلا مصادیق بارز دخالت بود، ولی میگفتن نه اون زندگی شخصی هم داره، اون تو زندگی شخصیشه، نگاهشه، مگه میشه افراد رو ما از دخالت در سیاست منع کنیم؟ دیانت ما، سیاست ما عین دیانت ماست، یا دیانت ما عین سیاست ماست، یا اصلا تفکیک شدنی نیست که، مگه نه مسلمان نیستی شما؟ اینا آخرش میان اینو بهتون میگن، نظام رو باید شناخت، فرهنگش رو باید شناخت. اینا اسم گربه مرتضی علی هن، هر جور ولشون کنی چهار دست پا میان پایین، بنابراین هیچ چیزی تغییر نمیکنه. برای همین هم سپاه بلا فاصله موضع گیری کرده، برای اینکه کسی فردا نیاد از این به قول اینها نغمه های شوم سر بده که چرا سپاه دخالت میکنه. سپاه دخالت نمیکنه، این تعیین سیاست ها ربطی به سپاه نداره. ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که این ماجرایی که الان وجود داره، یعنی باز همه اینا رو اگه به هم دیگه بچسبونیم، تصویری که میده از این ماجرای مرد قرآنخون بچه باز تا قاضی قاتل، همه این اوباشی که دور سید علی خامنه‌ای هستن، کار رو به اونجا رسونده که راجبه این شریعت مداری که
یه موقعی رئیس بازرگانی بود و شما اشاره کردی به اینکه این آدمه در حقیقت جز شکنجهگرا و سربازجوهای زندان اوین بود. اون امروز اعلام کرده که وضعیت بیکاری در کشور بسیار بد است، در کوتاه مدت کاری نکنیم مردم تحمل نخواهند کرد. معنا مفهومش چیه؟ یعنی آیا واقعا برنامه دارن؟ برنامه ندارن؟ دیروز یه فیلمی رو پخش کردم مربوط به دوران انقلاب بود و یه خبرنگاری از آقای شریف امامی پرسید، گفت بله ما میخواهیم یه کارایی رو انجام بدیم و همه چی درست و نمیدونم اینجوری باشد اونجوری باشد و همه با هم دوست باشیم، با هم خوب باشیم. دوره اسم دولتش دولت آشتی ملی بود. خب بله ما برنامه اون اینه که با هم دوست باشیم، خوب باشیم، عالی باشیم، همه با هم دیگه دست به دست هم بدیم. بعد طرف ازش پرسیدش که خب شما برنامه دولت چیست؟ دوره همونا رو تکرار کرد، دوست باشیم، خوب باشیم. خب چجوری میخواد این کارن؟ این وضعیت امروز منو به یاد اون روزگار میندازه. خواستم اینم که این چیه؟ این که میگه که مردم تحمل نخواهند کرد چه معنا مفهومی داره؟ میشنم صحبت شد. خود محمد شریعت مداری غیر از اینکه از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و قبلش هم اطلاعات نخست وزیری بوده و از اونجا هم بعد روابطی رو داشته با آقای ریشهری و بعد هم در موقعی که وزارت اطلاعات میخواست تشکیل بشه ایشون به وزارت اطلاعات پیوست و روابط نزدیکی از همون موقع با ریشهری داشت. در سال 76 هم او جزو کسانی بود که جمعیت ارزش ها رو اینا تشکیل دادن. جمعیت ارزش ها متشکل بود از یه سری جنایتکار، رازینی، حسینیان، احمد پورنجاتی، همین آقای شریعت مداری و یاسینی و خود ریشهری. کاندیدشون هم برای ریاست جمهوری ریشهری بود. خب با شکست مفتزهانه ای هم روبرو شدن و بعدش هم اون منحل کردن، در واقع اون جمعیت ارزش ها رو منحل کردن. آقای شریعت مداری پیوست به دولت خاتمی و شد وزیر بازرگانی. از اون طرف پورنجاتی هم که عقل منفصل ریشهری بود اصلاح طلب شد، رفت تو مجلس و یه مدتی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم بود احمد پورنجاتی. الان هم با به اصطلاح اصلاح طلب ها میگرده. منتها اونا کارشون رو با هم ادامه دادن و حالا این رو میخوام بگم، شرکت فؤاد ری رو تشکیل دادن که این وابسته بود به آستان قدس رضوی. عذر میخوام بگم آستان قدس عبدالعظیم، یعنی شاه عبدالعظیم. شاه عبدالعظیم چون پیشنوازش و چه میدونم نماینده خامنه ای و نایب التولیه و اینها ری شهری بود و اونجا امپراتوری عظیمی رو تشکیل دادن تحت عنوان شرکت فؤاد ری. یه هولدینگی تشکیل دادن و ببینید تو تمام عرصه های اقتصادی اینا در واقع رسوخ کردن. گردانندش هم همین محمد شریعت مداری. نه مالیات میدادن، حتی از بودجه دولتی استفاده کردن. چقدر ضرر و زیان آخر بالا آوردن
و بعد از همه لفتولیستا و همه ریخت و پاشا و همه اینها در واقع حالا چند سالی سالان اونجا رو دادن به ستاد اموال امام. خود این آدم شریعت مداری در اونجا هم رئیس بود ستاد، یعنی در مافیای خامنه‌ای، در دفتر خامنه‌ای. اتفاقا خاتمی چرا اونو انتخاب کرد به وزارت بازرگانی؟ برای اینکه گوشت بده دست گربه. ببینید تمام تصمیم گیرندگان اقتصادی و بازرگانی یه سرشون تو همون شرکت فادری بود. از وزارت نفت بگیرید، شرکت‌های نفتی رو گرفتن، غارتی کردن، مثال زدنی، و اومدن جلو تا میگم به بچه کستگی گفتن رسید و ضرر و زیان و حالا بماند. بحث من نیست. در واقع خاتمی میخواست به خامنه ای امتیاز بده، به دزدان امتیاز بده، رانت بده. به همین علت یه آدم اطلاعاتی امنیتی که تو دستگاه خامنه ای متولی مافیاش بود رو کرد وزیر بازرگانی که تمام تجارت کشور در دستش باشه و بود. معلومه کیا استفاده میبرن، معلومه کیا فر بهتر میشن، معلومه کیا جیبشون پرتر میشه، کدوم بخشا بیشتر استفاده میبرن. الحمدلله بهشون هم برسی هیچ کدوم نه حقوق میگیرن، همه هم نمیدونم با یه حقوق جزئی زندگی میکنن و نمیدونم اینا دیگه. آخرش هم ایزی بده کارید نمونهش دارید میبینید افتضاحات که تو شهرداری داره به وجود میاد، تو شهرداری به وجود میاد. هزاران میلیارد از سرمایه مردم ایران رو در تهران رانت دادن به دست اینون. یارو زنه الهه راستگو رای داده بهش، با اصلاح طلبا بوده، رایش اون تو داده به قالیباف، قالیباف انتخاب شده به عنوان مجلس، به عنوان شهردار، به جاش یه خونه بهش داده. مملکت ملوک و توایفیه، صبح هر کی زودتر باشه پادشاه است. حالا آقای محمد شریعت مداری که معاونت اجرایی آقای روحانیه، ایشون میاد میگه مردم نمیتونن تحمل کنن. اینا همچی میگن مردم نمیتونن تحمل کنن، انگار اینا اپوزیسیونن. خب کی باید اینا درست بکنه؟ باید خود شما درست کنید. کی باید طرح برنامه بده؟ شما باید بدید. معاونت اجرایی کیه باید این توی وسط مسئوله؟ ببینید بعد هر کسی که کوچکترین اطلاعی از اقتصاد داشته باشه، یعنی دوتا مقاله خونده باشه تو همین اینجا و اونجا، من که اقتصاددان نیستم که، ولی میدونه برای یه دونه شغل چقدر سرمایه گذاری نیازه. در داخل که سرمایه نیست شما بذارید، که نیاز به سرمایه گذاری خارجیه. نیاز به سرمایه گذاری خارجی با این وضعیت کسی میاد سرمایه گذاری کنه؟ و معلومه نمیاد. وقتی برادرای نمازی رو باقر نمازی و سیامک نمازی رو شما دستگیر میکنی، بعد سرمایه گذار میاد اینجا سرمایه گذاری کنه؟ خب معلومه نمیاد. وقتی صبح تا شب شعارهای آنچنانی میدی، وقتی دخالت میکنی نمیدونم توی کل منطقه، نمیدونم توی عربستان، توی یمن، توی سوریه، توی عراق، توی افغانستان، تو کشورهای حوزه خلیج فارس، خب معلومه کسی نمیاد. چرا؟ چون میگه منطقه ناامنه. وقتی موشک میدی بزنن نمیدونم به طرف ناو آمریکایی، به حوثی ها، معلومه کسی نمیدونه که سرمایه گذاری کنه. سرمایه امنیت میخواد. پس تولید شغل نمیشه. با حمد و قول هوالله که شغل درست نمیشه، که سرمایه گذاری میخواد. این سرمایه گذاری باید سرمایه گذاری خارجی باشه. ببینید خود اینا میگن نفت ایران نیاز به 200 میلیارد دلار سرمایه داره.
خب اینو از کجا میخوام بیارن؟ داخل هست؟ نه، مجبورن خارج. الان دیدید دیگه تمام مناقصه ها رو دارن میفروشن، تمام این قراردادها رو دارن میفروشن، پروژه های مختلف رو دارن میفروشن، یعنی چوب حراج دادن به همه جا و همه جا. میگه آقا نمیترسید عربستان تو اوتو کنه؟ میگه نه، ما میدونیم اونا در صدد هستن ولی نمیتونن. چرا نمیتونن؟ برای که چنان چوب حراجی زدن که کسی قدرت رقابت باشون نداره در حراج منافع ملی، برای همین مطمئنن. ولی که کسی نمیاد. آخه بیادم ببینید، کسی برای سرمایه گذاری هم بیاد مگه چقدر سرمایه گذاری میکنه؟ اونقدری که مطمئن باشه بر میگرده، با این وضعیت که بر نمیگرده. که اینه که منم تصورم اینه که کشور داره توی بحران میره، کشور با مخاطرات عظیمی روبروست و هیچ چشمانداز روشنی هم متاسفانه نیست و من آینده خطرناکی میبینم برای کشورمون و متاسفم از این مسئله. امیدوارم راهی باز بشه، امیدوارم تغییری صورت بگیره، ولی به این سمتی که ما داریم میریم تاریکیست، سیاهیست. من روشنی نمیبینم، امیدوارم اشتباه بکنم. آقا بسیار ممنون و سپاسگزارم. دریغ از اینکه وقت بیش از این به ما اجازه نمیدهد که در خدمتت باشیم، ولی موضوعات زیادی است که میل داشتیم با شما مطرح کنیم، ولی واقعا هم تو که گفتم ازت ممنون و سپاسگزارم از اینکه مهر میکنی و دانش تو، تجربت رو و این حافظه بسیار زیبات رو با ما هم تقسیم میکنی که ما هم بتونیم ازش بهرمند بشیم. برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت آرزوی بهترین دارم آقای مصداقی، تا فرصت دیگر که با شما گفتگو کنم. ممنون و سپاسگزار شما همواره هستم. متشکرم. من تشکر میکنم از شما جناب بهبهانی. یه توضیح فقط کوچیکی رو بدم، در هر صورت من هم توانایی محدود، حتما اشتباه میکنم، قطعا ضعف دارم، قطعا توی گفته هام، توی تحلیل هام، توی پیش بینی هام دوچاره میتونم اشتباه بشم مثل همه آدمای دیگه. هیچ ویژگی خاصی ندارم، حالا من یه چه بدونم، یا حافظم به طور نسبی خوبه، خیلی ها دیگه توی زمینه های دیگه تخصص دارن، تبحر دارن و توی اون زمینه ها خیلی خیلی هم جلوتر از ما رفتن. در صورت من خیلی تشکر میکنم از اینکه شما مورد رو گفتید، ولی که من فکر میکنم که خیلی های دیگه هستن که در زمینه های دیگه خیلی خیلی از من جلوتر هستن و تخصص های مفیدتری دارن تا منی که حافظه نسبتا خوبی دارم. ممنونم از شما، بسیار سپاسگزار. به حال صحبت های آقای مصداقی رو با هم شنیدیم، امیدوارم که این گفتگوها کمکی بکنه به ما. اگر این برنامه مورد توجه شما واقع شد، که دیدم واقع شده است و میبینیم آمار و ارقام نشان میدهد، لطفاً لینک این برنامه ها رو از طریق فیسبوک، تویتر، گوگل پلاس یا هر وسیله دیگری که میشناسی، ایمیل لیست داری، در بالاترین اکانت داری، در اونجاها قرار بده. آسان ترین راه اینه که به فیسبوک ما بیاید، یه لایکی بزنید، عضو صفحه ما بشید، همونطور که توضیح دادم بارها. اینا برای شما که توی صفحه من هستی منتقل میشه هر چیزی رو که من در صفحه قرار بدم. اما کسانی که در صفحه شما هستن، دوستان شما هستن، اونا قادر نیستن این رو ببینن، مگر آن که شما هم در صفحه خود اون لینک رو، اون دکمه شیر رو بزن، تا اینکه دوستانی که همراه شما تو صفحه شما هستن اونا هم قادر باشن که این لینک رو ببینن. این راه کارشه.
از کاوه نازنین در سایت خوب مردم ریپورت هم تشکر میکنم که مهر میکنه و بعضا لینک های برنامه ما رو در سایت پر مخاطب خودش قرار میدهد. زحمت بسیار زیادی رو میکشه. یه دوره خودم این کار رو شروع کردیم، اول بخش اخبار داشتیم، برای یه صفحه که فقط لینک ها رو بنویسیم به راستی 3 ساعت تمام وقت میگرفت که بخونی. تازه خیلی ها از دستمون در میرفت، به این شیوایی و زیبایی که کاوه انجام داده هرگز نبود و زحمت زیادی میکشه و تمام ویدیوها، لینک های مرتبط، فارغ از این که خود سایت صاحب چه نحله فکری باشه، همه رو در یه جا جمع کرده در اختیار من تو قرار داده. برستن به مردم ریپورت، میتونی تایپ کنی مردمریپورت.net یا اون بالا رو آخرین اخبار بزن یا اون بغل روی بغل فیسبوک و یوتیوب که دوتا علامت اونها هست، علامت یا لوگوی مردم ریپورت هم هست، اونجا هم میتونی از اون راه هم برم. بزرگترین دغدغه ما همونطوری که در مقدمه گفتم مسئله مالی است و سپاسگزارم از عزیزانی که ما رو در این زمینه یاری میرسانن. لطف کنید شما هم همتی بکنید و اجازه بدید که نام شریف شما هم زینت بخش زیرنویس برنامه های پر مخاطب ما باشه. ممنونم، تا فرصتی دیگر سپاسگزارم از همه مهر و محبت.